خب و سلام دوباره خدمت شما عزیزان که از ابتدای برنامه با ما بودید. سلامی هم خدمت بیننده های گرامی که همین اکنون به برنامه پیوستن. انشاءالله که شما هم تا آخرین دقایق برنامه را همراه باشید. بحث که قبلا هم اشاره شد، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا بود در هرات که در 24 ساعت گذشته آمار بالایی بود و همچنین صورت کل تا اینجا آمار بالاست و رو به افزایش هست. انشاءالله که دعا بکنیم و نکات صحیح رو هم حتما مد نظر بگیریم که ما شاهد مرگ و میر کمتر باشیم و نباشیم حتی، و همچنین که مبتلایان هم نداشته باشیم. انشاءالله هستیم با شما و بیشتر صحبت میکنیم راجع به همین مریضی کووید 19 یا ویروس کووید 19 و موضوعات مرتبط با آن با جناب دکتر سید معصوم حکیمی، دکتر دندان، و انشاءالله که بتونیم از صحبت هایشان هم توصیه‌ای رو داشته باشیم. جناب دکتر سید، خوش آمدید، از شما بخیر باشه. تشکر، عرض سلام، خسته نباشید، دارم خدمت شما و تمام عزیزانی که هم اکنون از پرده تلویزیون اصل هریوا و برنامه از تلویزیون اصلا برنامه اصل هریوا ما رو مشاهده میکنن. سلام خدمت همه بینندگان داریم و خدا کنه که او عزیزانی که صحتمند هستند بیشتر متوجه صحت خود باشند و عزیزانی که مصاب به ویروس امروزه هستند که همان کووید 19 هست و بسیار دست و پنجه نرم میکنن، خدا کنه که انشاءالله خدا اونا رو شفای عاجل نصیب بگردانه و از توصیه ها یا برنامه های خوب، به خصوص برنامه هایی که از تلویزیون اصلاح و بالخصوص برنامه که از اصل هریوا تقدیم میشه، هموطنهای ما در هر خانه در هر کجایی که هستن بتونن از این برنامه مستفید شوند و تا ای که یک سلسله راهنمایی یا گفتارها یا یک سلسله راهنمایی طبی که میشه همگی استفاده کرده بتانند. ان شاء الله. تشکر از شما. هدف ما همین هست که ما بتانیم بیشتر راهنمودها و توصیه های دکتر سایبار با خود داشته باشیم، حتی حضور دکتر سایبار در برنامه داشته باشیم به صورت زنده و مستقیم که توصیه های داشته باشن، بیشتر و بیشتر ما از صحبت هایشون و توصیه هایشون استفاده بکنیم. جناب دکتر سایب، با وضعیت کنونی که ما با کرونا دست پنجه نرم میکنیم در صد شهر میونی، میخوایم نظر شما رو هم به عنوان یک دکتر در محیط کاری و در اجتماع که هستیم، فعلا وضعیت چگونه هست و چقدر دردآور است و از کدام ناحیه ما میتونیم بیشتر ضربه بخوریم اگر بی احتیاطی هایی که امروز انجام میشه؟ ببینید، ما یک حرف همیشه سر زبان دارن که علاج وقوع قبل است واقعا. یعنی اگه همین حرف را ما در خیلی حالات در خیلی جایا همچون مثال هایی دارن که این مثال ها بسیار در عملا اون مثال ها انجام شده که به مثال تبدیل شده و بالاخره همیشه او را سر زبان ها دارن. اگر این مثال ما زنده میکردین یا ای را روی دست میکردین به این عملی میکردین، هیچ وقت به این حالتی که امروز ما داریم مصاب نمیشدن. قسمی که قبلا هم شما صحبت داشتین که در ابتدا تعداد مصاب شده ها به این مرض چند نفر محدود بود و تا ای که امروز میبینین که چی یک حالتی در کشور افتاده، بخصوص در هرات و دیگه ولایت های کشور، مردم با این ویروس چی دست و پنجه رو نرم میکنن. ببینید، اگر اول ما وقایع های می داشتیم، اگر اول ما یک سلسله کنترل ها رو می داشتیم، ما حالا به وضعیت نمی رسیدیم. ببینید، حالا بیایم به گفتاری بریم که چقدر وقت پیش از پرده همین تلویزیون، همین برنامه و از دیگه بخش ها یا از دیگه مراکز صحی یا بروشورهای تبلیغاتی که پخش شده بود راهنمایی کرده بودند که شما باید خود قرنطین کنین یا ای که محافظت حفظ و صحی خود داشته باشین یا ای که ماسک بپوشین، دستکش بپوشین یا ای که دست ندین، بغل کشی نکنین، یک سلسله محدودیت ها رو باید ایجاد کنین که متاسفانه ما اونا رو نادیده گرفتیم، قبول نکردیم. با یک سلسله حرفایی که روی دست است و یا جوانای ما میزنن یا یک سلسله اشخاصی که در داخل شهر هستن عقیده نمیکنن به این مریضی یا باور ندارن. ببینین حال ما از یک سلسله سلنگاری ها و بی توجهی ها به چی حالت رسیدین. حالی هم باز هم میگه هر زمان اگر از حالت نقصان برگردین بازم میتونه به نفع ما باشه. میتونین از همین دقیقه ما یک سلسله تصاویم های بسیار خوبی داشته باشین، تصاویم های صحی داشته باشین، تصاویم مراقبتی داشته باشین، حفظ و صحی خود مراعات کنین تا ای که همین اندازه هم که شده به همین جایی را توقف بدین، اجازه ندین که زیادتر از این شود. که امروز شما مشاهده میکنین که با چی اندازه حالا این تعداد آمارهایی که صحبت میشه تا آمارهایی که ما از چشم دید خود از نزدیک میبینین، من خودم شخصا به ایسی یک کارمند صحی به جریان هستم که چقدر افراد مصاب به این مریضی هسته که متاسفانه به جریان نیستن، خبر ندارن که
حتی نمیشناسند که این مریضی نا کووید 19 یا کرونا هست یا ای که کدام مریضی دیگه است. فقط دوره سرماخوردگی گفته یا یک تب شدید گفته یا یک جاندردی عادی گفته او را تیر میکنن، اما دیگه ها را مصاب میسازن. همین است که سبب به وجود آوردن چقدر اشخاص را ما داریم که به مریضی مبتلا شدن. بسیار عالی. همین که اشاره کردیم جناب دکتر صاحب، نکات صحیح رو ما از ابتدا رسانه ها و همچنین رسانه خود ما بیشتر راجع به قرنطینه و نکات صحیحی که اشاره شده، بعضی ها شاید کمتر به این موضوع باورمند باشن که این نکات صحیح و شستن دست ها، حتی در یک جای ما دیدم همین نمک غرغره کردن میتونه موثریت داشته باشه. همین موارد چقدر ما باید جدی بگیریم؟ یعنی سهلنگاری نکنیم که بعضی ها میگفتن بی باور هستن که خب با شستن دست ها شاید کاری نشه و بعدن که مصاب میشن چقدر داروها را که خود سر استفاده میکنن استفاده نکنن. ببینین در ابتدا قبل از اینکه شخص مصاب بشه، قسمی که اشاره کردین، همه مراعات کردن حفظ صحی فردی خود باید متوجه بشه و به خصوص در محیط ماحولی که شخص زندگی میکنه حفظ صحی خود باید بسیار متوجه باشه و مراعات کنه. مثلا استفاده کردن از آب نمک که گفتین که یک آنتیسپتیک بسیار خوبی هست، ارزان هست، به دسترس هست، در هر خانه موجود است و همگی میتونن که از او بسیار به راحتی استفاده کنن و او آنتیسپتیک یا او محلول آب نمک میتونه که زیاد میکروب ها و ویروس ها را از جوف دهن دور بسازن. حالا به غیر از مریضی کرونا یا کووید 19 ما میتونیم به طور همیشه از او استفاده کنه، چون جوف دهن ما یک موقعیتی است که هر لحظه یا با غذاهای متنوع یا با خوراکهای متفاوت ما درگیر هستین، ملاوظ هست. خوب است که ما از آب نمک استفاده کنیم تا اینکه دندان های ما سالم بماند، تا اینکه از این مجرا به بدن ما هیچ نوع ویروس یا میکروبی منتقل نشه. به خصوص زیادتر در این مریضی امروزه ما باید زیاد مراقبت بیشتر داشته باشیم. با حالا کسایی که مصاب میشن او دستورالعمل ها زیاد فراموش میشه، یاد اینا میره که دکترها به ما گفته یا از رسانه ها به ما گفته شده که بعد ما مراقبت حفظ صحی خود میداشتین. حالا که نداشتین، با مصاب شدن به این مریضی دیگه با عجله بسیار زیاد شتابان طرف دواهای کیمیایی مراجعه میکنن تا اینکه از دوا استفاده کرده و زودتر خود صحتیاب کنن. اما متاسفانه زیاد اشخاص ما دارن که اونا عوضی که با عجله‌ای که دارن، با تشویش هایی که دارن که بخواین زودتر خود صحتمند بسازن، خود به از حالت بیبودی به بدتر به بحران زیادتر خود میکشانن. ببینین یک سلسله دواهایی که استفاده میکنن، مثلا همین امروزه که روز به روز تغییرات یا گفتارهای جدیدی از بس تداویا در کشور و ولایت‌ها پخش میشه، دوای یونانی مثلا هر کس حال دکتر گفته تداوی میکنه. هر دکاندار، دواخانه دار، ما خیلی دواخانه ها رو داریم که مسلکی نیان، اصلا فارماسیست نداره، یعنی همو بخش دواشناسی و دواسازی رو نخوانده، با وجود که همی رو نمیفهمه کدام جای شاگردی کرده، با نام های دوا آشنایی پیدا کرده. شما ببینیم روزانه چقدر مریض کووید 19 رو تداوی میکنه و دیگه مریضا هم در حالی که سازمان جهان بهداشتی او هم در این قسمت در حالت ساخت همین واکسن هنوز مانده. بله. اشاره بسیار خوب داشتین، توضیح بیشتر شما میخواد. دقیقاً. و اونا مریضا رو تداوی میکنن، دوا میدن بدون از اینکه مریض رجعت بدن به دکتر یا به مرکز صحی یا به مرکز مربوطه تا اینکه تشخیص بشه، مشکل از این معلوم شه، تا اینکه حالا درست است ما یک مریض وقتی که مصاب است به کووید 19 اگه بخوایم بود دوا بدین، اگر تشخیص ندادین ما نمیتونیم دیگه اعضای خانواده و اطرافی از ما در حفظ و امان داشته باشیم. خوش آمدید به ادامه برنامه عصر حریفا. خب طبعا ساعت اخیر روز هست و یک خدا وقت خسته نباشید در خدمت خانم های خانه داشته باشیم که سراغ آشپزی میرن و مشکلات هم هست، اما به هر حال سپاس از شما که بیننده برنامه عصر حریفا هستید. بحث با جناب دکتر صاحب ادامه میدیم. جناب دکتر صاحب، یک چیزی که بیشتر تو همین شرایط کرونایی جا افتاده است که همه به فکر و اندیشه هستن یا به نوعی همین بی احتیاطی طوری شده که جوانا میگن خب ما رو نمیگیره، به ما شاید کم ترجیح باشه، اما این موضوعی که ما ناقلی هستیم و عزیزان در خانه دارین که سنشان بالا هست، چقدر واقعا مسئولیت ما رو سنگین میکنه؟ واقعیت دیگه گپی که شما اشاره کردین زیاد این موضوع بسیار، حتی خیلی آمارایی که تعداد آمار بالا رفته یک عاملی همین حرف است که کسایی که ایده به خود شعار میدانند و یا با این حرف شعار پخش میکنند که
ما عقیده ندارین یا ما را نمیگید یا ما کرونا را شکست میدین. حالا خوب است که همه هر فرد در عمل بیاین، در هر سلسله برنامه عملی داشته باشن، او را پیاده بکنن. خیلی عالی است، واقعا میتونن شکست بدن، حرف خوبی است. اما ما همیشه یک حرف را اگه میزنین، این بس ویروس هست، نمیتونین ما فردی بیاین تنها خود ببینین. وقتی یک حرف میزنین میگیم مرا ویروس نمیگیره، حالا ما و شما در شرایط قرار دارین که هیچ حرفی مرا به زبان نیاریم، باید ما بگین. چون که وقتی که بس ویروس است و بس همگانی است و بس ویروس میتونه که راحت منتشر بشه، ساری باشه، سرایت کنه به دیگه ها، ما باید اطرافی خود نگاه کنین، حتما یک حرفی رو باز بزنین. چون در هر کسی که خانواده داره، در یک خانواده حتی یک اعضای فامیل داره، پدر رو داره، مادر رو داره، همسر رو داره، اولاد خود رو داره، پس اینا رو در نظر گرفته، حالا من مثلا میگم که مرا ویروس نمیگیره، من به عقیده ندارم، ویروسی اصلا وجود نداره، من چرا تا حالا مرا نگرفته؟ این یک چیزی است که شاید بدن من مقاومت بالا باشه، مرا نگیره، اما ای که من برم با کسایی که برخورد داشته باشم که اونا ویروس باشه، ویروسی باشن، یا ای که کسایی که ملوث باشن، یا ای که در یک فضای برم که فضا آلوده باشه و مطمئن باشم مرا اگر نمیگیره او ویروس به حیث یک ناقل منتقل میکنه به خانواده و پدر و مادر و دیگه اعضای خانواده، یا ای که اطرافیا، یا ای که همسایه هایی که در اطراف ما هستن زندگی میکنن، میشه که به اونا منتقل کنیم و به اونا حالتی را پیش بیاریم که با کنترل از اونا بسیار دشوار و مشکل باشه. پس چقدر خوب است که ما با این حرفای خود قسم ما اهتماماتی بگیرین که حداقل اگر خود متوجه به خود نیستین یا ای که ما را نگرفتن، یک شخص ناقلی هم نشین، یک شخص ناقلی نشین. با ای که ما اگر دستای خود میشوریم بسیار منظم، اگر یک خانه کرای نشین، یک خانه چند منزله را دارین، ما در اونجا زندگی میکنین، ما خوب است که از هر قدم درستی که برمی دارین به او از او ثواب کمایی میکنین، چون که ضرر به یک اطرافی خود، به یک همسایه خود، به یک نزدیک خود ما به او ضرر نمی رسانن، این میتونه که یک کار بسیار خوبی باشه. پس چقدر خوب است که ما در هر انجام هر عمل کاری که انجام میدین، باید دگار پیش روی خود بگیرین. مثال علی توضیحات بسیار خوب بود راجع به اینکه واقعا مسئولیت داریم ما. اما یک نکته دیگر که در مراکز صحیح، شفاخانه ها، کلینیک ها اگر مد نظر بگیریم، شاید باید ما احتیاط بکنیم که در صورتی که لازم نباشه خیلی راحت به مثلا شفاخانه ها و کلینیک ها نرن، چون شاید در اونجا هم محل عبور و مرور و مراجعین زیاد باشه و این بتونه که باز هم عامل بشه برای بالا بردن افزایش آمار مبتلا به ویروس کووید. دقیقا همین حرف است. خیلی اشخاص ما دارن که شاید چون خود ویروس هم به بعضی ها خیلی علایم نشان نمیده از خود، به بعضی هم علایم بسیار خفیف هست، اما با یک علایم خفیف یا با یک مشکل بسیار کوچک، ما خوب است که به شفاخانه مراجعه نکنه. چون بیشتر این ویروس یا کنترل از این ویروس ما وقایوی میتونه پیش ببریم. وقایوی هم از طریق استاندارد و قانونی و طبی اجازه استفاده آنتی‌بیوتیک و یک سلسله داروها را استتباب نداره، مگر اینکه شخص با حالتهای حادی برسه که ضرورت بشه که باید ما از این ادویه یا از این دوا به شکل کمکی استفاده کنه. در غیر از او، این مو شخص مجبور است که اهتمامات فردی خود گرفته، خود قرنطین کنه یا در یک خانه جداگانه خود همونجا خود نگاه کنه، تا ای که با استفاده کردن مایات و با یک رژیم غذایی درست بتونه مشکل خود حل کنه، مقاومت وجود بالا بره و ویروس دفع کنه. جناب دکتر صاحب، به عنوان آخرین پرسش می‌خوام مطرح بکنم که بحث کرونا و حالا این مریضی کرونا، یک طرف بحث استرس در اینجا هم میتونه، طوری که توصیه ها دکتر صاحبا بوده به بخش صحیح، استرس هم میتونه که در این قسمت انسان از پا در بیاره. در این کنار این موضوع و این وحشتی که از کرونا وجود اومده، چقدر ما باید اینو مدیریت بکنیم که استرس کمتر داشته باشیم و در کل نداشته باشیم؟ بله، به بحث ویروس، خود ویروس فقط دفع کردن ویروس، بلند بردن مقاومت وجود هست. و استرس ها هم یگانه فاکتور بسیار کلیدی است که مقاومت وجود کلا افت میکنه، پایین میاره، حتی فشار افت میکنه. و زمانی که مقاومت وجود پایین آمد، اونجا است که ویروس بسیار با یک اسلحه قوی به وجود ما حمله کرده و همین مریضایی که ما به تلفات داریم یا از دست دادیم، زیادتر گزینه کلیدی از همین استرس و تشویش بود. پس چقدر خوب است که ما استرس نداشته باشیم. این بسیار حرفی که قسم قبلا گفتین، کسایی که میگن ویروس کرونا اصلا ویروسی نیست یا ما را نگرفته نمیگیره، این عقیده را ایده به خود داشته باشین، اهتماماتی را داشته باشین. یعنی به باور نباشین که اون ویروس که آمده ما را حتما میکشه یا کشن.
کننده هست. ویروس نمیکشه، استرس ما را میکشه. استرس به غیر از ما میگیم که تشویشات یا استرس ها پدر و مادر تمام مریضی است. یعنی هر مریضی رو میتونه استرس به بار بیاره، تکلیف قلبی، تکلیف فشار، تکلیف اعصابی، همه را بار میاره، مقاومت وجودشون پایین میآید. پس خوب است که در این بره زمان هم ما که با ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکنین، چقدر خوب است که از خوردن میوه‌جات زیاد کده و مایعات کده اولین گزینه رو بیارین سر استرس. تشویش نداشته باشیم، فضای خانه خود، فضای ماحول اطراف خود از استرس دور بسازین تا ای که مقاومت وجود بالا بره و هر غذایی هم که میخورین در بدن ما ویتامین گفته جذب بشه. بسیار عالی، تشکر از شما جناب دکتر صاحب، توضیحات بسیار خوبی داشتین که انشالله ما عملی بکنیم هر کدوم از ما و انشالله که باز در برنامه های آینده هم با شما خواهیم بود. ممنون از حضورتون در برنامه. تشکر، زنده باش. سپاس از شما خوبان، داری که جناب دکتر صاحب هم توضیحی داشتن به یک موضوع مهمی که در اخیر مطرح شد، بحث استرس و تشویش هست. از کرونا نترسیم، از تشویش باید بترسیم. کرونا رو میتونیم خیلی راحت ما کنترل بکنیم با نکات سعی که هست، اما این استرس به سراغ هر کدام میاد. پس بهترین راه اینه که رو مدیریت بکنیم. شخصا خودم یکی دو بار در همین عصری که کرونا آمد به سراغ ما با سرماخوردگی، یا با شاید با همون کرونا بوده، اما وقتی با خودم فکر کردم کرونا و این وحشت، باور کنیم به جای خانشاسته بودم بلند شده نمیتونستم، اما بحثی که وقتی فکر کردم که استرس نباید باشه و خیلی راحت شدیم. استرس از خود دور بکنیم، نکات صحیح رو در مقابل جلوگیری از ویروس کرونا مد نظر بگیریم، انشاءالله آب از آب تکان نخواهد خورد. خب بخش بعدی برنامه عصر حریبا بخش خلاقیت هست. شما هم با اینکه قرنطین هست میتونیم ابتکارات رو به خرج بدیم با اطفال ناظرین که در خانه هستند، با همه اعضای فامیل یک جا بعضی چیزهایی رو بسازیم و این خلاقیت خود به خرج بده. ما هم همین بخش به این منظور در برنامه پخش میکنیم که شما هم استفاده داشته باشیم در خلاقیت و مهارت هایی که خود شما میخواید در خانه به کار بدیم. بخش خلاقیت میبینیم و باز هم با شما خواهیم بود.